عیسی مسیح می توانست گناه کند؟ سوال این است. اگر پاسخ سوال فوق مثبت باشد، آیا منبع گناه در او بود؟ یا به علت بعد انسانی ناشی از طبیعت گناه‌آلود انسان یا آدم سقوط کرده بود؟ و باز هم اگر پاسخ این سوال مثبت باشد، در این صورت او که حتی صلاحیت نجات خود را ندارد، دیگر چه انتظاری از او برای بخشش گناهان بشریت وجود دارد؟ پس کاری به کارش نداشته باشیم. ولی اگر توانایی ارتکاب گناه را نداشت، تجربه اش توسط شیطان در کتاب متی باب 4 یک عمل بیهوده بوده است. آیا واقعا لازم بود تجربه شود؟ خداوند به خاطر اطاعت محضش تاج جلال را به او بخشید. عهد جدید به ما میگوید که عیسی مسیح در تمامی جهات به جز یک مورد شبیه ماست و آن مورد این است که او بدون گناه است. میگوید عیسی مسیح در صورت انسان مجسم شد و طبیعت انسان را بر خود گرفت. میگوید او آدم دوم بود. عقاید کهن مسیحیت به ما میآموزد که وقتی عیسی مسیح در هیئت انسان ظاهر شد و آدم تازه شد، با همان کیفیت مانند آدم قبل از اینکه مرتکب گناه شده و سقوط کند متولد شده بود. آدم در ابتدای پیدایش خود ذات گناه‌آلودی نداشت. بنابراین عیسی مسیح دارای ذات گناه‌آلود نیست. پس مجدداً این سوال را از بعد دیگر مطرح می‌کنیم. آیا آدم مستعد ارتکاب گناه بود؟ پاسخ مثبت است. بله، او استعداد ارتکاب گناه را داشت. مسیح نیز به عنوان آدم دوم مستعد ارتکاب گناه بود. تمام شرایط لازم، موقعیت‌های لازم و اسباب لازم در صورتی که می‌خواست خطایی مرتکب شود برایش فراهم بود. سوال دیگر، اگر مسیح اراده می‌کرد می‌توانست گناه کند؟ قطعاً می‌توانست. او فقط نمی‌خواست گناه کند. شاید این سوال را به طریق دیگری مطرح کنید. آیا مسیح می‌توانست مرتکب گناه شود حتی اگر خودش نمی‌خواست؟ باز هم می‌گویم مطلقاً خیر. او نمی‌توانست گناه کند چون نمی‌خواست گناه کند. در ماهیت خداوند کوچکترین تمایلی به گناه وجود ندارد، زیرا اراده و تصمیم به ارتکاب گناه مقدمه است برای تحقق گناه. بیایید پا را اندکی فراتر بگذاریم و بگوییم عیسی مسیح می توانست میل به گناه را داشته باشد. متوجه اهمیت مسئله شدید؟ آیا به طور کلی حتی مستعد اندیشیدن به گناه بود؟ فرضی پردازان دینی نظرات مختلفی در این مورد دارند، ولی من به این سوال پاسخ مثبت می دهم. در ماهیت مسیح نیز خواست گناه موجود بود و این خصوصیت قسمتی از جنبه انسانی او و ارثی بود که از آدم اول یافته بود. وقتی ما در بهشت هستیم و کاملا جلال یافتیم، دیگر نه تنها فاقد گناه بلکه توانایی انجام گناه را نداریم. این است آنچه که ما می‌خواهیم درباره آن بیاندیشیم. آنچه که عیسی مسیح از طریق تسلیم بودن محض به خداوند و اطاعت محض از خداوند برای خود و ما فراهم نمود. یعنی وعده شراکت در ملکوت خداوند و تطهیر کامل. اطاعت مطلق مسیح از خداوند اطاعت بیهوده‌ای نبود. او بر تمام موقعیت‌های مناسبی که از طریق تجربیات در سر راهش واقع شدند تا مرتکب گناه شود، پیروزی کامل یافت.